این ماشین ها قریب نیم سال است که این جایند جا حکومت تاجیکستان دویم اکتبر سال 2023 واردات ماشین های را کرد که تا سال 2013 ساخته شدند گفته می شود هدف از این اقدام حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب ها به هوا است صاحبان این ماشین ها می گویند نتوانستند مال خود را تا وقت تعیین کرده مقامات به تاجیکستان رسانند ماشین های درمانده را تقریبا میتوان در همه گذرگاه های مرز تاجیکستان دید از جمله در اینجا گذرگاه دوستی در مرز تاجیکستان و ازبکستان صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند چون برای هر روز استادن ماشین ها در اینجا از ده تا سی سامانی میپردازند خدمات گمرک در پاسخش به آزادی روز 18 مارس نوشت فعلا در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان دو نیم هزار ماشین در مانده است این ماشین ها به نوشته خدمات در انبارهای نگهداری موقتی قرار دارند خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است یا نقلیات ها را بسپس به دیگر کشور برند یا به قسم احتیاطی تقسیم کنند هر دو راهی که به گفته صاحب بر ضرری آنها است درخواست صاحب این است همون می‌خواستیم که аз ҳамин коргарони гумрук ва аз ҷаноби олӣ ки ҳамин мушкилиморо осон кунану як бор дигар муҳлат тиҳяну ҳамин молу мулкомо дароварда гирифта бо кори худамо давом ماشین های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس با ماشین های سالهای اخیر ارزان و برای قشن میانه دست رسند. برای همین تاجران تلاش میکردن این گونه ماشین ها را از کاره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آرند. در سه سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است. اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چی کار کنند. ملارجب یوسفی شهلای آزادی دوشنبه